میگم خدمت شما دانش آموزان مدرسه پرستش ایرانیان، با یک درس دیگه سولفژ و تئوری موسیقی در خدمت شما هستم و این جلسه میخوایم دوباره ادامه همون دروس قبلیمون که مبحث جاذبه بود رو با همدیگه کار بکنیم. برای اینکه این درس امروز رو بهتر متوجه بشید، باز من همه شما عزیزان رو تشویق میکنم حتما از درس‌های قبلی شروع بکنید، از درس اولی که ما راجع به جاذبه و در حقیقت سولفژ با صدا کار کردیم، لطفا از اونجا شروع کنید دوباره به کار کردن، نگاه کردن درس ها، تمرین کردن. خیلی راحت میتونید تو صفحه فیسبوک ما یا کانال یوتیوب ما توی قسمت تئوری موسیقی و سولفژ این درس ها رو از اول نگاه کنید، بیاید جلو و خیلی به شما کمک خواهد کرد. خب ما توی جلسه قبل راجع به جاذبه اصطلاحا گفتیم ترتیبی در دو اکتاو، یعنی دو سی دو لا سی دو سولا سی دو ره دو می ره دو فا می ره دو، دو سی دو لا سی دو سولا سی دو ره دو می ره دو فا می ره دو صحبت کردیم. بعد گفتیم همینا غیر ترتیبی ولی با زدن انجام میدیم، دو می ره دو لا سی دو ره دو فا می ره دو، دو سی دو می ره دو سولا سی دو فا می ره دو. تا اینجا را قرار شدش که شما برای این جلسه روش کار بکنین و مسلط باشین. حالا این جلسه من میخوام چیکار بکنم؟ این جلسه ما میخوایم تا اینجا ما هر چیزی رو که اجرا میکردیم میزدیم و میخوندیم. خب یعنی جاذبه چه ترتیبی چه غیر ترتیبی ما میزدیم میخوندیم. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ حالا میخوایم بدون اینکه بزنیم، خب با فقط نگه داشتن دو یا نوت پایمون میخوایم این درس رو انجام بدیم. اول میخوایم گام بخونیم. خب یه دو میزنیم، دو یه بار اول میزنیم میخونیم، دو ره می فا سولا سی دو دو سی لا سول فا می ره دو، بعد فقط دو میدیم، دو دو ره می فا سولا سی دو دو، یه بالا رو چک میکنیم، دو سی لا سول فا می ره دو، دو یه پایین رو چک میکنیم، دو ره می فا سولا سی دو دو سی لا سول فا می ره دو، دو ره می فا سولا سی دو دو سی لا سول فا می ره دو. خب بعد جاذبه میزنیم، اول میخونیم و بعد فقط دو میدیم و بعد میخونیم، دو سی دو لا سی دو سولا سی دو ره دو می ره دو فا می ره دو، دو سی دو لا سی دو سولا سی دو ره دو می ره دو فا می ره دو، دو سی دو لا سی دو سولا سی دو ره دو می ره دو فا می ره دو. خب و بعد شروع میکنیم غیر ترتیبی شو، دو می ره دو سی دو ره دو فا می ره دو لا سی دو ره دو سولا سی دو می ره دو، دو رو چک میکنیم، ره دو فا می ره دو، دو لا سی دو ره دو می ره دو سولا سی دو فا می ره دو سی دو ره دو دو می ره دو، دو سولا سی دو دو فا می ره دو دو لا سی دو. خب پس همون جاذبه، یعنی اول گام میزنیم میخونیم، بعد فقط دو میدیم گام میزنیم میخونیم، بعد جاذبه ترتیبی میزنیم میخونیم، بعد فقط دو میدیم میزنیم دو میدیم میخونیم و دوباره چک میکنیم، بعد جاذبه غیر ترتیبی میزنیم میخونیم و بعد فقط دو میدیم میخونیم. خب این بسیار مهم هست چون از جلسه بعد ما میخوایم وارد یه تمرین دیگه بشیم. خب پس الان تا اینجا ما گفتیم یه دو میدیم، دو میره دو، دو فا میره دو، دو سولا سی دو دو ره دو. ها حالا میخوایم نوتای وسط رو حذف کنیم، مثلا دو می دو، من لطفا دو دو میخوام بگم میره دو، دو میره دو، حالا ره رو حذف میکنم، دو می دو، ره رو تو ذهنمون میخونیم، دو می دو، حالا فا میگم، میخوام بخونم فا میره دو، دو فا دو، حالا لا دو لا دو. خب اون نوت نوتای ما بین رو توی ذهنمون میخونیم، دو میخوام بخونم سولا سی دو، دو
سول دو ها سول دو میخوام بخونم میره دو دو می دو میخوام بخونم لا سی دو دو لا دو. خب اینا رو نوتای میانی اینا رو حذف میکنید، یعنی فقط میزنید دو مثلا فا میره دو فا دو سی دو دو سی دو، اینا دیگه میانی نداره، دو ره دو اینا نزدیکه. خب مثلا میخوام بخونم میره دو دو می دو. اوکی خب پس برای جلسه بعد شروع کنید اینا رو تمرین کردن. ما جلسه بعد به این درس‌های جدید می‌خوایم وارد بشیم، کم کم ما اینا رو حذف خواهیم کرد و بعد شما میتونید راحت این نوتا رو چیکار بکنین، فقط با داشتن این دو میتونید نوتای مختلف رو که روی پنج خط حامل نوشته شده رو بخونید. لطفاً از اول درس‌های ما رو تمرین بکنید، باهاش بیاین جلو و به امید خدا بتونید نتیجه خوبی بگیرید. خدا بهتون برکت.